برنامه خداوندی که بی‌حد و بی‌اندازه مهربان است. سلام خدمت تمام شما هموطنان عزیز ما، عید تمامتان مبارک. امیدوارم یک عید خوب، خوش، پر از صفا و صمیمیت ها داشته باشین. امشبم که البته شب دوم عید است و امیدوارم که یک روز عید به خوبی، خوشی و با لبخند در کنار خانواده‌تان سپری کرده باشین. برنامه های مختلف تلویزیون خورشید هم بیننده بوده باشین. ما می‌خواهیم در جریان عید، سه روز عید، یک از بهترین برنامه ها در تلویزیون خورشید به تمام شما داشته باشیم. تمام برنامه ما را فراموش نکنین، یک یک بیننده باشین، مخصوصا ویژه برنامه آشپزخانه را که سه روز عید هست و یک ساعت ما مهمان خانه های شما هستیم. امروز هم خواستیم که امسال برنامه آشپزخانه خیلی متفاوتر با همکار خیلی نازم داشته باشم. همکار خیلی خوب ما اینجا با ما هستن که البته تمامشون یک به یک برتان معرفی میکنم. خوب است که از زاید جان شروع بکنیم. زاید جان سلام، خودت خوش آمدید میگم با چهره زاید جان که همه تان آشنا هستین. ماشاءالله یک پرزنتر خیلی موفق، همچنان پرودیسر خیلی خوب میکنن. خوش هستم از اینکه شما رو امروز در برنامه با خود داریم. سلام و شما همه شما بخیر، ان شاء الله صحتمند و سرحال باشین و ان شاء الله که تمام بیننده‌های ما هم سرحال و پر انرژی باشن. دیگه امروز ما نمیفهم ما مهمان هستیم یا میزبان، چون اگر مهمان باشی یک جای میدی برات میارن یک چیز. بله. اینجا ما مثلا از اون مهمان هستیم که خودمون باید پخته کنیم، خودمون باید بخوریم و بازم عید همه مبارک. خدا کنه که همگی عید خوش سپری بکنن. و تنها من هستم دیگه، همکارای دیگه هم هستن. بله، فاطمه جان هم هست. فاطمه جان هم ماشاءالله گرچه که کم وقت میشه که در جمع از خورشید پیوسته، اما ماشاءالله خیلی موفق است. خوش آمدید میگم تا و عیدت مبارک. سلامت مسکا جان، زنده باشین. عید شما هم مبارک هست، هموطنان عزیز ما هم مبارک باشه. سلامت باشین. خیلی خوش هستم از اینکه خودت امروز دارم. امروز بر ما آشپزی میکنی، حتما باز خود پرسان کردیم که کدام غذا رو میخواین آماده کنن. و مهمان های دیگه هم با من اینجا هستن. مسعود جان فنایی است که البته خوش آمدید میگم تان. خیلی خوش هستم از اینکه شما رو داریم در خورشید و کارهای خیلی خوب دارین، مخصوصا بنندای ما کارهایتون و برنامه‌هایتون همیشه تعقیب میکنن. زنده باشین، سلام با شما و با تمام بنندای عزیز کمیل لحظه ما را سایل میکنه. پیشتر زاید جان گفت که مهمان های هستیم که خودمو پخته کنیم. مهمان ناوقتی از کمر خود میخوره، نگه ما مال فعلا خودمو باید پخته کنیم. خب تشکر. بله، و باید غذا رو خودتان آماده بسازین. و همچنان همکار خیلی خوب ما هم امروز با ما هستن که ابرار جان هستن. شما رو خوش آمدید میگیم. خوش آمدین و عیدتان مبارک. سلام بر شما، عید شما هم مبارک و عید همه هموطنان عزیز ما مبارک باشه. دیگه خوشحال هستم که امروز در جمع همکارایم هستم. بله. و آرزومند هستم بتونیم یک غذای خوب و لذیذ و مزه‌دار آماده بسازیم. بله که انشاءالله آماده میگیرین. اما قبل از که در مورد غذایتون بگین، ما خواستیم امروز موسیقی هم داشته باشیم. همه روز در ویژه برنامه آشپزخانه موسیقی هم داریم که شما رو خوش آمدید میگیم و خوش آمدین. و خوب است که مهمان ما که در برخ موسیقی هستن خودشان خود برتان معرفی کنن. سلامت باشین، تشکر. ما عرض سلام دارم خدمت شما. سلامت باشین. از طریق برنامه شما تبریکی میتونم میده به تمام هموطنان عزیز خود و دوستایی که در برنامه هستن. انشاءالله تمنا میکنم که مثل شب و روز عید اما تا همیشه خوشحال باشن. بله، سلامت باشین. و باید یادآور شم که البته یکی از همکارای خیلی خوب ما هم هستن که در دفتر میبینیم، اما نامشان اینم یال فراموش میشه، در چی چرت میذارم نامشان یادم نمیه. شکیب جان و شورش. خب آیسته آیسته دیگه خوب است که اول از زاید جان پرسان کنم. زاید جان گفت که ما میگم که چی آماده میکنیم، باز مواد لازمه را فاطمه میگه. بله، ما چون زیاد از برنامه های آشپزی که ما بودیم، حتی بعض وقت پرودوسرش هم بودیم. بله. یک تا غذای مثلا خارجی هم تهیه می شد و غذای مختلف. امی ما آمدیم گفتیم بولانی پخته میکنیم امشب. دو سه انگیزه داشتیم، یکی که کم پخته میشد در برنامه آشپزی و دومی که ما خیلی امی دوستا و رفیقای ما در کشورهای خارجی زیاد هستن. باز ما مثلا امی خیر دیگه، باز امروز هم بخورین، دال با تخته میشد، امروز هم بخورین، ما انگیزه دوم شب بگویم با نام میماندن کی کدوس کی ماش از چیزایی که در خانه مانده سابقه کل چه سرما بولانی گفتن. نه ما امشب باز بس تار فاطمه جان میگه که چی آماده میکنیم. ولی نظری دومی انگیزه دوم ما خیلی مهم بود. همه دوستا و رفیقای ما که در کشور خارج هستن و مثلا گندنه ندارن، این بولانی در قسمی که ما شما آماده میسازیم نمیتونن آماده بسازن. به خاطر انگیزه اصلی ما بود که ما را سوز بتیم که ما اینجا هستیم، این چیزا رو آماده میکنیم و شما نمیتونید.
خدا او رقم نسوارم پیدا نمیشه در جرمنی خب اون نمیشه که مورد برنامه بیاریم بولانی رو دانستیم که بیاریم مساله گفتم میتونم فاطمه جان میشه بگن که از چی بولانی آماده میکنین امروز؟ مسکا جان بولانی گندنه و کچالو آماده میکنیم خب بسیار خوب است حتما باز خاطر نوش جان کردیم و از بولانی شما گفتین و من یادم است دقیق پارسال بود در برنامه آشپزخانه ما بولانی آماده کردیم به خاطر که بولانی در از جمله غذای افغانی در جهان مقام اول را گرفته بود و یه در یک سایت بود ما خواستیم باز در برنامه یک بولانی آماده بسازیم حتی یک بار ایفم در کجا خواندم که حتی میگنم این پیزه را آیدیایش از بولانی گرفتن بله بله و افغانای ما در خارج در برنامه بولانی سلط یاد میکنن پیزه را بله بله ما باز مواد لازمه را بولانی یک رویه بولانی یک رویه بله کور میکنه یا کمک پرداز میکنه پیزه را دقت میکنه پیزه را دقت میکنیم دیگه تنها بولانی نیست البته چون امرای بولانی ماست همیشه وقت خورده میشه ماست ما تیار آوردیم خودمون نمیتونیم دوغ برتان آماده میکنیم بولانی هم کچالوس هم گندنه است ببینید دیگه یک چیز خاص شد ما تا خمیرش هم از این لحظه میخوایم خودمون اینجا جور کنیم خوب است از فهیم جان بپرسیم چی بر ما آماده میکنن مسعود جان اما تیار میکنن دیگه ما میخوریم چی کنیم خاله ناقز آمد نی خو شما هم یک غذا آماده میکنین دیگه خو خیر باز ما سبا شب یک سبا شب یک غذا آماده میکنین خب مقصد دعا برای شما بولانی بخوریم نه خیر باز از وام میخوریم امشب ما کرایی ایندی پخته میکنیم البته از گوشت مرغ مواد لازمیش است اولین چیزی که لازم است گاز است پیشتر نه گل است حالا خلاص نشده باشه نه است دیگه روغن است برای روغن مواد لازمیش دیگ است بله. دیگ بسیار مهم است که نباشه در کجا پرتیم روغن دیگه چیزای شینی میگه تو چرا چپستی کل چی دیگه خودت گفتی دیگه نه ما دیگه رومی لازم است حالا کارده چرا در دستتان گرفته نشان بتون یک وقت استاد بود که چوبک نشان میداد در این تختنه حالا اینجا کارده گرفته ما قسمت چه آمادم ساختیم پیاز، رومی، دیگه زنجفیل از لیمو هم استفاده میکنه ایره تو آماده نساختی نه ایره ما آماده ساختیم او آماده شدگی بوده بازی هم آماده میسازه ایره ما آماده میسازه دیگه ما شروع کنیم اجازه بله آیسته آیسته خوب است که شروع بکنین کارهایتان به نظرم بولانی یا ساده تر آماده میشه امین خمید شکمه که ما با همکارم نظم در نظر بگیریم من برنامه هایت دیده مینی نباشه باز سر آدم قار میشی خوب است اموجه دسکش هم است میشه باز استفاده کنین نه باز دسکش مزه غذا میره وقت خمیر میکنین باید دسکش نداشته باشین بله بله خب خیر من میرم دستای من پاک صفا شستیم از او خاطر خمیر میکنم خمیر خودت آماده میکنی یا فاطمه جان نه من خودم خمیر میکنم کمک ناخونام داره دستاش هم نازک است فاطمه جان خیلی بد از جای من خوب است خمیر کارش شروع میکنم و تایی که همکارای خیلی خوب و ما دیگه کارهای خودش رو میکنن میخواین بر ما غذا آماده کنن میخواییم از البته شکیب جان یک زمزمه داشته باشیم اگر موافق باشم یک زمزمه خیلی کوتاه. چشم چون برنامه ویژه ایدیست بله. یک پارچه کوتاه ایدانه میخواییم که زمزمه کنم خوب است خوب است ای ماه برای تو ایان عید مبارک عید مبارک هموطن عید مبارک و از ماه رخت ماه رهان عید مبارک عید مبارک هموطن عید مبارک تیره نگهت حال دلم زار و زبون کرد قربان امان چشم فتان عید مبارک عید مبارک هموطن عید مبارک تشکر از خود آهنگ خیلی مقبول زیبا رو بر ما زمزمه کردی و میشه بر ما بگی که توفیه جدید هم توفیه دیم به خود علاقمند های داشتی دید یا خیر؟ بله ما قبل از رمضان یک پارچه ثبت کردیم که متاسفانه نسبت به مسئولیت هایی که داشتیم نتانستیم تا هنوز ویدیو کلیپ بسازم انشالله که بعد از این پلان دارم و یک پارچه دیگه هم آدیویش تکمیل است بعض کارهای کمش باقی مونده که انشالله هر دو پارچه را میخواییم یک جایی به بیننده عزیز تقدیم کنم خوب است که علاقمندای واسطان منتظر آهنگتان باشم و البته مهمانای ما بگویم همکارای ما بگویم دیگه آیستا آیستا غذا را آماده میکنن خوب است با ما باشین وقتی خیلی کوتاه داریم
بازم عید تمام شما هموطنان عزیز ما مبارک. امیدوارم همیشه شاد موفق سر حال باشین. ادامه برنامه هست و همکارای خیلی خوبم با ما هستن. خوب است که بپرسیم از زاید جان که کارا رو تا کجا رسانده. میجا دیگه خمیر کرده میره و خمیر رو متون چی جور شده آخر؟ و دفعه اول بود راست، اولین دفعه بود خمیر میکرده، من تا نفهمیدم که باید خمیر کرده او گرم شده. خب وقت او خمیر کرده مالی هیچ آله جور من میشه. آه ایس سر نمیگیره گفتی تن آرد اضافه کردین ده خمیرش را کدام مواد دوگاه اضافه کردین؟ آرد فاطمه نمک هم انداخته ایش. خمیر مایه هم انداختی؟ خمیر مایه هم دایش انداخته. خب شاید تک دو وقت باید برسه بخیر. آه بخیر اتنیه چند وقت دقیقه باید صبر کنیم تا خمیر برسه. سعید باید صبر میکنیم. البته از مسعود جان بپرسیم که چطور کار خود تا کجا رساندن، چی کار انجام میتن؟ من متوجه بودم خودت بانجان رومی توتا کردم میرفتی فاطمه جان گرفتم میرفت. چی را بانجان رومی؟ ای عزیزه نگیری چی گپ؟ بانجان رومی از اونو هم سایه هست که میای پشت دروازه مهمان داریم یک دو تا پیاز قرض بده. با صبحش دو تا پیاز چوچه میاره. یواز کلان نمیبره، با چوچه گک میاره. مسکا جان از شروع برنامه که مسیر میده کردم میرم گرفتم میرم. دیگه کار یاد نداری غیر مسیر میده. خب و باید بگویم که ابرار جان هم یک از همکارای ما هستن در بخش سوشال میدیا که جدیدن اینا هم همکار ما شدن و ما این برنامه اولین بار با اینا معرفی شدم. در مورد برنامه جدیدی که شما در سوشال میدیا دارین کدام برنامه هست؟ میشه در مورد برنامه‌تون برای ما بگوین؟ در شبکه های شمایی و سوشال میدیای تلویزیون خورشید ما چند برنامه جدید داریم. چند برنامهشان رن شده، هموطنا و بیننده دیدن و برنامه را. یک برنامه کاملا جدید دیگه داریم به نام میزبان که آن قریب بخیر دمیشه بروز نشر میشه. یک برنامه سیاسی اجتماعی است. خوب است، همیشه موفق باشین. و همین نام غذا رو شما به ما فکر میکنید نگفتین که چی آماده میکنید؟ گفتم به اول گفتم فنایس فقط هم یک کمک اشاره کردن گفتن غذای ایندی است، کرایی ایندی است. اما ای که نامش چی است؟ اما نامش کرایی زگه؟ آه کرایی ایندی است، چکن کرایی میگنش. ایتور است که من خودم بعض وقتا که نان میخوایم بخورم پشت نامش نمیگردم چون گشنه شدیم. نه شما هم گشنه شدین از خود پشت نامش یادتان رفت نامش. ما گفتیم باش نامش پرسان کنیم چی است که باز ما روش جان کنیم. نه خیر نه خوب است. خوب است زاید جان دیگه خمیر خلاص کرد. آل کیو را انوار میکنه، فاطمه جان انوار میکنه خمیره. خمیر ام یک چیزه که تختایکش کرد، تختایک باش پیدا بکنیم از دل بیس. یعنی اونجا هم کارایم آوردن برتا آشغاز تیم تیمک شاورده چیزک شاورده اولین بار در آشپزخانه تیم تیمک میشنا تیم تیمک من نمای تیم تیمک شاورده خودم تختش ناورده تختر ناورده در زیر میز است البته. خب اما زاید جان جالبیه تیم تیمک قم مشهور است به خاطر چی که در موتر یک چیز خراب میشه چی شده تیم تیمکش خراب است. حالا دیم آشپز حالا یک چیزی که من تیمتیمکش گفت تیمتیمکش من آماده میسازم. خب فاطمه جان مصروف کدام کار هستی؟ هیچ گپ هم نمیزنی دیگه همه تو مصروف هستی و جان من خواه آمادگی بولانی را میگیرم. خب زاهر جان دیگه جور میکنه بولانی را، من هم در اول کردن خمیرش کمک میشم و برتان یک چتنی هم جور میکنم. خب چتنی آماده میسازیم. بله. خب مقصد زاید جان ما برتان دوغ آماده میکنیم. دوغ کی آماده میکنن؟ مسکا جان انا سوخت سورم جور میکنیم. خوب است. شکیب جان خود چطور هستی در آشپزی؟ گاهی وقتم در خانه آشپزی میکنی اوقات بیکاری؟ مسکا جان ما خوب هستم چون یگان بار شده که مسافرت کردیم به مخاطر آشپزی میکنم، ولی فعلا در برنامه ما خودت منعیس ناظرم قرار داریم. همکارا رو میبینیم که خوب کار میکنن، ولی در شروع زای جان پیشتر خمیر میکرد کم بود که میزه چپا کنه. مقصد یک بار تون میگم اگر پیش از اینکه غذای مسعود میخوردین بگوین خودش اول بچشه، چون من میگم اعتبار ندارم که غذا مسموم نباشه، کدام چیز نداشته باشه نکشه. نگفتن نمونم اول باید بگویم که من از بسیار سابق آشپزی را بلد هستم و هر رقم غذا بگوین من پخته کردم میتونم. من تو برای خمیر خود بازی نمیتونم. کدام غذا را خوبتر میتونی آماده کنی؟ کدام غذا را خوبتر میتونی آماده کنی؟ چی را بگو نمیتونی؟ خب تمام غذا را یاد داریم دیگه. نه تمام شا یاد ندارم. خب یگان تایش یاد دارم. مثلا تخم جوش داده؟ تخم جوش داده؟ چپس؟ نه باز تخم در کرایی که مندازن. باز تخم نیمبند امیر رو مچم شنیدین یعنی نیمبند دیگه. خلاص از امیر تخم فعلا تخم مرغ بالا نرفتیم. بسیار بسیار خود دیگه بسیار آشپزی را یاد داریم. کل غذا را آماده کردن چه یاد داریم. خوب است.
و البته خوب است که خسته نشین، چون ایام عید است. یک زمزمه دیگه میخوایم از مهمان ما داشته باشیم. چطور موافق هستین بر ما یک زمزمه داشته باشین؟ اگر با هارمونیوم زمزمه میکنین هیچ کدام مشکل نیست. درست. بله. موسکا جان، زمزمه بعدی را خوب است که یک یاد کنیم از هنرمند بی بدیل ما مرحوم احمد زاهد. خوب است. گذشت آن که تو سر خیلی دلبران بودی، خدای عشق من و یار دیگران بودی. گذشت آن که ز درگاه خیش میراندی، مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی. برای خوب تو پیری ستم نموداره، به حکم آن که تو نیز از ستمگران بودی. گذشت آن که تو سر خیل دلبران بودی، خدای عشق من و یار دیگران بودی. خیلی زمزمه مقبول زیبا. مسو جان گریه گرفت. بچم گریان میکنه خنده میکنه. اصلا پیاز توتا میکرد، اشکایش آمده، میخواد با جان ما بزنه. یک دو بس بخون که آدم بفهمه که بعدا مادر. اصلا عید است. عید است. خوب است. زاهد جان خمیر آماده کردم، مگم بولانی از خمیر آماده شده آماده میکنه. نه خمیر تیار است. حالا امو تیم تیمه که پیدا کنیم بر تو چیش میکنم؟ آوارش میکنم. بله یا مقصد من خود دیدم دیگه دوستان متوجه میباشیم اگر باز زاید جان خمیر آماده شده را گرفت خب باز ما بر تو میگم آماده میسازم. آشپزیر تجربه نداره، اگر تجربه می داشتید نیاز به اونم آشگز نیست. زمان که آشگز نبوده نترش نکردن انبارش میکردن. ما برای تمون همه تو، لیکن ما در کارت غرض نمیخوام. از این پیش استفاده کنید. و نزنمو میشه اول اینسو اینتو چهار کنجی چه اول امو گرد کمال را اول کنجی خوب از غذایتان آماده کنین. بخیر که دیگه باز کم وقت برنامه ما هم مانده. در این لحظات برنامه با ما باشین. باز امیدتان مبارک. ادامه برنامه هست و تمامتون خوش آمدید میگم و میخوایم که پرسان کنیم از همکارای خیلی خوبم که تا کجا رساندن کار را. خوب است که از مسعود جان بپرسیم. از ما غذایتون آماده شده دیگه؟ فقط دیگه نمید آماده شدنش مونده. یک دم بگیره. خب. یک دم بگیره اگه نه تیار است. بیشتر غذا خودت آماده کردی یا ابرار جان؟ شریک بودیم 50-50. 50-50. خب ترسایش کدامتون یاد داشتین؟ من فنای سیف بودم. خب چی فکر میکنید شما میتونید برنده شین یا زاید جان شون؟ او یک خوردن که شما میخورین برنده شماستین. ما نمیخوریم. شما میخورین تشویش نکنین. نه چیزی نپختیم که من خودم خورده بتانم. خوب است. البته زاهد جان خودت اگر در ثبت برنامه با تهیه کننده خیلی خودت راحت احساس میکنی یا با گوینده؟ حالا گوینده خیلی خوب است. مثلا این نمیاله نه باش که اول رستی شایع شده بود پیشتر در برنامه که ما مثلا گویا خمیر از بیرو تیار آوردیم. دیدی که من خمیر کردم مقصد که من دیدم خب میگم زوالای خمیر. خب یا ممو تیم تیمک این دسترش آردم انداختیم تیار، یا من زواله خمیر. اینا رو باز من تا چند دقیقه این خمیر جان مسعود گفت یاد گرفتیم. یاد میگیرم. یاد میگیرم. ولی گپ اومد سر تهیه کننده و گوینده.
امی گویندگی واقعا چقدر کار خوب است. میایی مثلا راحت خود تمیاله میجه میشینی. مهمان آمد، نامد، از آسمان سنگ افتاد، برف افتاد، باران افتاد، هیچ کار نداری. علاو بلا در گردن پرودوسر است. به می خاطر پرودوسر خیلی کار خوب است، بهترین کار تلویزیون پرودوسر است. ولی مسئولیت داره خیلی. و یگانه گپم که خیلی پرودوسر اذیت میکنه مهمان است. تلفنش گل شد. نامد، رفت، موترش تکر کرد، باز یکان دفعه بانه میکنه، نمیه، این بسیار جنجال داره. خوب است. مقصد که پرزنترم دیگه رول ممده در برنامه داره. کار ما و شما مثل یک زنجیر است. بله بله. خودت مثلا نمیار در برنامه نباشی، این برنامه روندش پیش نمیره. مهمان برنامه نباشه پیش نمیره، تهیه کننده نباشه، کارگردان نباشه. بله بله. به می حساب یک زنجیر هستیم همه ما. خوب است. فاطمه جان یک خاطری خیلی جالب اگر در ذهنت باشه برای ما قصه کنی. موسکا جان امیال خیلی هیچ یادم نمیه. امیال خوب بسیار مصروف هستی. هیچ یادم نمیه خاطری جالب. خب. حتما یادم آمد برتان میگم. خب یادتان که آمد باز برای ما قصه میکنین. خوب است. و... خاطره مسعود. یک فکایی راستی مسعود جان برما قبل که برنامه آغاز شد و برما بود ما یک فکایی بگویم. از دل خود نگه. این فاطمه یک دفعه دست شده روبک آواز میکرد لبک قطعی از او دستش یک کمک خراشیدگی پیدا کرد آجل از او عکس کرد در فیسبوک انداخته امروز مرگ از نزدیک تجربه کردی مسعود جان امیگه پسر نه من خودم لایک کردیم دروغ نگو دیگه بخاطر این میگم که من خواه اصلا فیسبوک ندارم خو خیلی اینستاگرام بودت من ببخش اونم ندارم خب ابراز جان میشه در مورد برنامه دیگه چنل یوتیوب خورشید بر ما معلومات بدی بدونی برنامه که خودت یادآوری کردی برنامه دیگه که هست و برنامه رند شدن در مورد برنامه برای ما بگویی چند تا برنامه است یک برنامه چالنج است که یک برنامه تفریح است یک برنامه بسیار خوب است خوب است که در اون برنامه ما بر کسایی که چالنج برنده میشن برشان جایزه هم میدیم بله و برنامه های چشم برنامه کمیت داریم دیگه تان سخت به نظر نه. نه 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 سخته و چند برنامه دیگه است که روی از اونا کار داریم انشالله به زودی ها و هم رن میشن بله. در کنار دیگه برنامه بخیر نشر میشه از طریق یوتیوب چینل خود مسئله سختگی انداختیم ده شک ذره بوی سختگی میخواد خب مسئله سختگی ده این غذا بوده دیگه خب اگه بانست همیز میمونیم ها یا نه خب یک زمزمه دیگه میخوایم از شکیب جان داشته باشیم چون نیامیده است یک آهنگ شاد اگه بر ما زمزمه کنی صدای قلبم را شنو با گوش دل که به تو میگویم خدا خدا هر دم رها مکن دل را به دشت تنهایی که باز تشکر از خودت زمزمه کوتاه باشه خوبتر است خیلی مقبول زیبا بود وقتا تشکر بیشتر خودت در آهنگای آرام خیلی راحت احساس میکنی یا بیشتر میخوای آهنگای شاد داشته باشی موسیقی عزیز چون از ما سبک کاریم لایت غزل است یعنی موسیقی که کار کردیم موسیقی لایت غزل کار کردیم موسیقی کلاسیک کار کردیم بیشتر راحت تر خودم با آهنگای آرام میبینم و به لحاظ شخصیتی هم احساس میکنم که امطور یک تیپ دارم به او خاطر چون سبک کاری ما هست آهنگای آرام بیشتر احساس راحتی میکنم خوب است یک نکته خیلی جالبه که به اندازه ما متوجه شدم فاطمه جان کدام چیزا میگیره بادنجان رومیا رو پایان انداختک بازار چی پالیت پالیت پیدا نکرد باز بیخی تیر خدا آورد نگفت کم بادنجان رومی کجا افتاد یعنی نگوی کو سر آشپز هست تو چشم شفال هست نیمس که جان ما مرچ تازه می پالیدم بین از اینا نبود به خاطر از اینجا کلش هم مسعود جان گرفته اگر آدرس بادنجان رومی از ما پرسان کنن میگه موجه افتاده خب بولانی تان دیگه آماده شده؟ بله نه خمیرش آماده کردیم خمیرش آماده کردیم دیگه
بسیار خبرش مقبول آماده کردید. بسیار خوبش است. نه امور رقم مسعود گفته بود. نقطه داره. امور رقم مسعود گفته بود اما تو یک نقطه داره. او آفرین به شک والا بیشتر. خوب است مسعود؟ خوب صحیح. فقط نال چند میتی مواد خامشه داخل بولونی قرار میتم. خب باز آمادهش میسازیم. بله. خوب است هر کسی که غذای خود اول آماده کرد امو برندی برنامه میشه دیگه. ای از هر کس که مزه دار بود. خب مقصد که اول آماده کرد دیگه. مقصد اگه اول باش از ما این میل از آماده است دیگه. مسعود جان خودت اونجا چی میگیری؟ همسایه است پیشتر پیاز گرفت حالا من یک دو چهار دانه چیز گرفتم نتونم عید نانو خیر گشنیج کار داره گشنیج است نانو است یک دو دانه خیر تو همین مور بر خطا خالی عید شما خودتان ببین بینندای عزیز اینا دو تار زیاد و دو تایشان بیاد سوی تغذی دیگه این نانو را گرفتیم بیشتر اینه تو یک پیاز بردی فاطمه هم تو پیاز کار ندارم همه تو دو بخشین دیگه یک ذره گک نکاهش میکنم گرچه خوشم هم نمید چند هم آزارش میتونم مسعود جان خودت میشه در مورد برنامه هایت بگویی بر ما جریان ماه مبارک رمضان مصرف کدام کارا بودیم ماه مبارک رمضان ما برنامه رمضانی های خود ثبت کردیم به خاطر ازی که در رمضان بسیار سوژه ها داریم بسیار قسمی که بیننده های عزیز دیدن برنامه ما را که همین موضوع های روزخوری ها و یکان پتخوری و یکان این کارا اون ما را دیگه به دست نشر سپردیم که خوشبختانه از طرف جناب شکیب جان اجازه نشر خوب داده شد برای ما دیگه مصروف اون برنامه بودیم خودمون مصروف روزه خوری اینو ببخشید ایخو نشر مصروف نه باور کنین من دو روزش خوردم 28 روزه نتونستم گرفتم اما تی یک گپ خب خب است با ما باشین بازم عید تمام شما مبارک در این لحظات برنامه میریم وقفه خیلی کوتاه زود برمیگردیم بازم عید تمامتان مبارک بازم عید تمام شما هموطنان عزیز ما مبارک امید برسم همیشه شاد موفق سر حال باشین ادامه برنامه هست و همکارای خیلی خوبم با ما هستن قبل از اینکه برنامه آغاز شد خودت زیاد زمزمه میکردی ما ایندی میخوانم تلا ایندی میخوانم تلا اگه ایندی میخوانم میخوایم اگه هنگ ایندی بر ما زمزمه کنی یه میلحظه او هنگ که میخوانده او هنگ بر ما زمزمه نکه اگه هنگ دیگر زمزمه او یک خراب میخوانده بوره خیلی فکر کن در ایده چشمم یک اینجا نانا تو تکم کل چه بردو شد بعد است دیگه این طرف استا چو؟ این طرف این طرف بین کاله چطور هم سوید سواشور که داشته باشی بعد آدم بیه راحت هم زمزمه رنگیندی هم کار شوار شل هستی تو بخوان بخوان نی؟ بخوان نی کار آسان می بود بخوان من هم میگه کار آسان واقعا خیلی سخت زمزمه کردن اما پیشتر واقعا زمزمه میکردن بله دیگه امو آهنگ چی گفتی؟ پدر سنجیدت؟ پدر سنجیدت خوانده نمیخوان با صدای چی امیتا بچن خب چیست ما امو خوانده نکش که برای زنا خوانده خب اجازه است استاد بفرمایید گرچه صدای امیتا بچن تا ما بسیار فرق داره بیا از اون کجا خبر میشه که ما خواندیم نخواندیم خیر خب آره جس کی بی بی موٹی اس کا بی بڑا نام ہے جس کی بی بی موٹی اس کا بھی بڑا نام ہے بستر پہ لٹا دو بستر پہ لٹا دو گدے کا کیا کھا البتہ میں اوقدر یاد نہ دارم خدا کنہ کہ امیتاب بچن نبینہ میں از تای قلب ازتان معذرت میخوایم اگه سکتی دوم میای سرتون نه خیلی جالب خواندین تشکر از خود سلامت باشین وایسته صاحب همکارای ما دیگه غذا آماده میکنن شاید شما همیشه برنامه تمام همکارای ما دیده باشین که در برنامه مختلف در برنامه اجتماعی تفریحی اینا اما شاید تا حال آشپزی شما ندیده باشین ما خواستیم که سه روزی در سه ویژه برنامه آشپزخانه‌ای که ما داریم تمام همکارای ما را داشته باشیم تا اینکه برای ما آشپزی بکنن و غذا آماده کنن که شما بیننده بودین شب اول دیدم دیدین و حال شب دوم دید شب سوم دیدم حتما باز تماشا بکنین زاید جان هم دیگه پرسان کنیم که امت بسیار مصروف است بله اینا یک تاشه برتون
داخلش پر کردم که روغن داغ است دیگه. شاید فاطمه میخوای پخته کنی؟ بله ظاهر جان. آینه من یک دونه شبر شما ده کردم از این مکس. فاطمه جان پخته میکنم؟ دو گنده نباشه، کچالو باشه، چی باشه؟ خب به نظرم گفت تمامش مکس است. مکس هم است، گندنه جدا هم است، کچالو جدا هم است. خب با من یک دونه مکس هم آماده کنیم. مکس هم این پر کردگی مکس هست، دسترش نام خود تانشته میکنیم. یک تا مکس دیگه هم پر کنم. اول مقصد به ما آماده کنین بازگنی، من میگم که بسیار بدمزه است. دل جمع باشه دیگه، کارت بند نمیشه در دفتر مقصد. فاطمه جان مادرش یک چهار دانه کچالو را داد که بچه‌م میره پست کن. چند دقیقه بعد صدا کرد بچه‌م پست کردی، گفت مادر 8 لایک دو تا کامنت هم گرفته. و اخو رو در فیسبوک پست کرده. مادرش اصلا بیچاره گفته برو پستش پس کن. خیر از فاطمه جان دمونی دیگه برا. دشمن سر سخت آشپزی دیگه در جان ما این آمد. شمال. گاز گاهیس میبره گاهیس میبره. بله، چون قبلا هم گفتیم ما برنامه ما رو در فضای آزاد ثبت میکنیم، یگان چون آشپزی از شمال است اینا دیگه. دوستان با بزرگواری خود ببخشن، می یک برنامه داشتیم با یک از همکارای ما بود، غذا خام موند، باز گفت که شمال بوده گاز خاموش میکرد و او خاطر غذا خام موند. وی اونه به اوچه؟ برنامه شب اول بود. نه، ما آراسی، من متوجه بودم. نه، زرمینه جان بود دیگه. خب دیدیم سم سایی. خب خیرم، ملامت نیست دیگه. به خاطر از اینکه یک باز دختر خانم ها را خیره چانس بدین نه افشایش کردی بیچاره. خب بس میخوایم یک طنز خیلی جالب اگر همیجه برای ما اجرا بکنین. فرض کنین که اونا دیگه سوختاندن. چی خود چی اکسی عملشان میتی بر از او؟ دیگه بسوز داره نیچا پیش کنم دیگه بسوز داره دارم خودم ایله ایره خیمان میگیرم فکر کنی که دیگ سوخ ایره ما میگیرم دیگ سوخ؟ خوش هستی دمی که دیگ بسوزه چند دفعه تاله رو بی مسئله سوختن دیگ حال دیگه یک چیز بگو بگو مسئله دیدی روغن زیاد داغ آمد حالا من چرا دیگ بسوز حالا؟ خب میشه که فرض کنین دیگ سوخت، شما یک غالمغال کنین سرشون بگوین چرا دیگ سوختان دین؟ خیلی بگی زنه که دیگه تو دیگه من میاین سر از کار میشم بگی بگی دیگه این فاطمه میشه دخترتان باشه؟ فاطمه خیاش نیم هست برو پلی هم شده نه برو دیگه فاطمه نه خیده اون نقش فاطمه نه دیگه با تو استا چه که تو من آزاد دیالوگ گفته بودم خانه تان باشه فاطمه دختر تان باشه خوب است او هیچ کار نمیکنه در خانه واسه من که کلان است چه قسمت دختر من باشه خب مقصد دیگ نسوخته چی کردی و مادر مرده خلاص کا میره چی ریش خندی است خلاص یک دیگ است که هیچ بیش یا پرت دانه من خواله باندمش قاب بکش بیار خب گوش نشدی خانه ننه نه صحیح کار کو ایجاد ما رقمی خوشم نمیه اونجا نه نه خدا دختر داده ایت اصلیت کلان داد خدا داده حال اینه چی گفته صدا میکنی؟ مادر دخترم یا دختر مادرم؟ چی فکر میکنی؟ سعی کنیم بلی از خدا خدای تو یک زن داد بستر رمضانی آرایشگاه نماند و میشه ریش کشید خیر خب بانیم که ما دیگه خدا کنیم دیگه امیال باش امیال ایت باشه بار دقیق میگیره میگه بارا به دیگه تال براستی بسوزه نه نه نمیسوزه بخش کو نه بیخه خاطر جام اوه اشپر او کمی گفتم او سعی کو او تاویز وارسه از او گپش کمی گفت بیم او گپ بیشه های بخش کو یکم اگه باز باز از برنامه خودت پسر کو کمه کدام وقت شده که دیگم سخته باشه از پیش خودت خراب شده باشه پردیسل کار شده باشه آها یا بخیر برنامه از مانده باشه بختر خبر وقتی که چون من تجربه برنامه آشپزی را نداشتم وقت از برنامه صبح آمدم در برنامه آشپزی واقعا دفتن برام خیلی مشکل بود آشپزی چون آشپزی کردن در بسط یک رسانه و یعنی قسم باید آشپزی کنی که کسی که برنامه را میبینه باید یک چیز را یاد بگیره بله باید یاد بگیره یک چیز وقتی من کار میکردم گپ یادم میرفت وقتی من گپ میزدم کار یادم میرفت اولین برنامه که من آشپزی ثبت کرده بودم هیچ قابل نشر نبود اولین برنامهش نشر خیر دو پیازه بود یادم هست غذایش بود سخته بود خب سخته بود هیچ کس خیلی نخورد بعد از اون باز برنامه دوم و سوم اینا رو ثبت کردیم آهسته آهسته دیگه برام عادی شده و حالا که چندین سال میشم برای برنامه هستم برام دیگه آماده کردن غذا به خیال تجربهش در خانم به دردت خورد بله زیاد به درد میخوره بعضی وقت در خانه ما در خانه خود چی نمیکنن غذایت دراپ نمیکنن که هیچ نه دیگه بیچارام میخوره نه چی که باشه تلویزیون نیست دیگه اون مجبوری است فاطمه جان خانه جان مهمان آمده بود
گفت چند رقم دیگه یاد داری؟ بانگاب میزنم دختر. گفت که چند رقم دیگه یاد داری؟ گفت که 44 رقم برنج پخته کردنه. آورد برد پخته کو بیار. آورد سوختگی، تایدگیش آورد. گفت هیچی رقم از. گفت 44 هم همیست، دیگه هایش اینال برد پخته میکنم. کلش یعنی خراب است از این. 44 همش سوختگی بوده. 44 همش سوختگی است، اول فکر که بیخی خام است دیگه. فاطمه جان گفت که کل دیالوگایت سر من میگی. پدر جان خود اگه گفت پدر برای شو چی پخته کنم؟ برو یک ذره برنج پر تو باز نامش خود ما میمانیم، اگه شوله شد شوله میمانیم، اگه پلاو شد پلاو میمانیم. خب خب است با باشین، بازا عید تمام شما مبارک و ادامه برنامه رو فراموش نکنید که قصه است و غذا آماده شد. ببینیم که زای جان و فاطمه جان اگر برنده میشن یا البته مسعود جان و ابرار جان برنده میشن امروز در برنامه. در این لحظات برنامه میریم وقفه خیلی کوتاه، زود برمیگردیم. بازا عید تمامتان مبارک. برنامه است، تمامتون خوش آمدید میگم، باز امید تمامتون مبارک. و مهمانای ما هم با ما هستن، آیسای سا غذایشون آماده شده، البته از مسعود جان غذایش آماده شده، میخواید تزیین کنه دیگه در سر تزیین شده؟ خب بله، بیارین یک کمک شما میخوریم، یک قاشق هم، یک دو تا قاشق هم بیارین، من هم کمه میگیرم و شکیب جان هم بیشتر شکیب جان که آواز میخون، من متوجه بودم این ترکایی میکرد نه تو مفتم خیلی لبه تازه میکنه، نه بگستم دیگه ما سهل داشت گوش نشده، آخر برنامه شاید گوش نشده باشن. خوی یک قاشق هم برمه بتیم کم ما کرم شما تشکر سلامت باشین. قاشق یک قاشق هم باز باشی که جان بیاریم بفرمایید. تشکر مینی خام کمک من میخوام برای شکیب جان بکش کمک یازموجه میبرم براش خیره. خام اجازه است؟ بله ببریم. حالا اگه ما بگویم که قاشق بیارم برای دیگه کل چه بیارم؟ حالا اگه ما بگویم که هیچ مزه دار نبود باز چی میگی؟ قاشق خود تا ما فرق میکنه دیگه. خیلی خوشمزه بود، بسیار مزه دار است. باش که از شما بولنگ تا آماده شد. یک دونه ولی جا شش نشده لیمو را گوش گفت گرفت رئیس. او بیاد لیمو تو تا کنه میشه ثابته. مقصد اعتراف میکنی باز در خوب و خراب گفتنش متوجه باشی. صحیح صحیح صحیح. از آباد شپسان میکنیم این سریس بیادر از او را ما از با خیانه یک بار جانو میافتم اما یا فاطمه جان اونجا انداخته بود وانه فاطمه جان بگی اینه از شما مامده شد آینه مقصد سخت بولانی دیگه بکش اینش از روغن یک کمک بون دار شوه پخته شوه سخت شوه خام اینمی چون وقت با کم است چاکر چاکر میشه مقصد باز ما مجبور هستیم که مسعود جانشان برنده اعلان کنیم نه ما برده ایمیش سی ساله دیگه میاره زاید جان آه کماره بان مسعود جان خیلی میره استاده هستی بیداره میره زمت چه بکش به مسکا ببر آه کم بخو مزدور بگی کلان آدم نه نه باش من غوری آوردم نه نه سبسر ایده خیلی اونه ببر من باز غوری به شما میکشم نه بر خواهی تیار کردی واخه نه با سلیقه بچه هستی خواه چیکو دوغم آماده کده گلاس دوغم بگی برشان یه تو بولانیا را تو فکس برابر فقط خطکش گرفته آه آه ما خودم یک گپ داره عظیم این تعریف نکردی سک چکو جور کردم بسیار خوب شست یک کمک بولانیا هم سخته دیگه خیره مستا جان نه سخته او رو فقط یک کم دیگه هم سرخ کرده که رنگش هم خوبش بیایه مزدار شما اگه من خودم بولانی می بودم می گفتم دروغ میگه شما سوختانده ایم مستا جان نگه بولانی خمیرک به درد نمیخوره آیستا آیستا می رسیم با آخر برنامه نگذیر رسیم که خدافیزی بکنیم تشکر میکنم از تمامتان خب اول دیگه غذا رو نوش جان کنین شکیب جان هم دیگه منتظر است یک کمک با شکیب جان هم ببرین زرقیش بگوین مسعود جان معلوم میشه که از من کده گوش نشده بود من زیرش قصه میکنم برای رئیس امون امک نه کچالو گنده نه میکس هست آه باش که باز کنیم اگر راست بکنسین من خواهی یک چیز واضح میگم نمک نداره هیچ نمک کمک نداشت دیگه شم سو خب؟ یک دانه دایی مصروف شده خواهد
خیر جوانال برنده مسابقه اگر موافق باشین ما که ایران کنیم نه خیر مستقیم بامو میگه علی فام که باخت یک لبخند بزن که گرد تا چک کنه خیر مسعود جان دیگه برنده اعلام کنیم یک چک چک کنیم دست خارم اینا دیگه نیموس کجا ننس کار ما تمام نشده بولانیتون هم سوخته بود و دیگه بین مکان بود تشکر میکنم از تمام شمایی که در برنامه تشریف آوردین همکارای خیلی خوب آشپزی داشتین و شاید تجربه اولتان هم بوده در آشپزی زاجان از خود تشکر دیگه ماده نکو گاز خاموش کو ناخ مصرف نکو چا میخورن خیره حالا گاز پخش کو سوختان دیوره زود پخته شوه میگم دیگه در اخیر اگر در پیام دارین زبان میداشت بولانی میگم ما بد کردیم دیگه نه بهم زایجان پیام اخیر تا میخوایم داشته باشیم تشکر زنده باشین سلامت باشین خیلی خوش گذشت اینه بولانی رو یاد گرفتیم دفعه سوخ دیگه دفعه نمیسازن ان شاء الله باز ما رو دعوت کنین باز هم میایم نه دیگه شما رو دعوت نمیکنم تشکر زنده باشین شبتون خوش تشکر فاطمه جان از خودم تشکر سلامت زنده باشین و ابرار جان از شما هم تشکر شما هم تشکر شما هم ایده ما خوش خداحافظ تشکر و من نگذرستم خداحافظی بکنم عید خوب و خوش برتان میخوایم برنامه مختلف تلویزیون خورشید هم فراموش نکنین بازم عیدتان مبارک خداوند نگهدارتان یک آهنگ میخوایم از شکیب جان داشته باشیم تشکر از شکیب جان همی که با آهنگای خیلی مقبول زیباشون بازم زمان خیلی مقبول زیباشون برنامه ما رو دیگام رنگین تر ساختن خداوند نگهدارتان دیدی دهنت را چی شکر از کشی